سریال سایلو به تازگی از شبکه اپل تیوی پخش شده و دوتا قسمتش هم با هم دیگه دادش و خب میتونم بهتون بگم که با یه سریال درست حسابی اینجا طرف هستیم که هم ژانر رازآلود و معمایی خاص خودشو داره، هم وقتی که دارید نگاه میکنید یه حس و حال ماتریکس مانندی رو بهتون میده. و خب اگه بخوام یه توضیح کوتاهی هم بهتون بدم برای کسایی که تا حالا سریال رو شروع نکردم برای دیدن، که یه معرفی هم باشه براش، باید بهتون بگم که داره به ما یه دنیایی نشون میده که یه جامعه‌ای داره توی یه سیلو خیلی بزرگی که نزدیک 140 تا طبقه هم داره و زیر زمین هم هستش زندگی میکنن و اونجا تبدیل شده به تمدن جدیدی که انسان داخلش هستن و میگن محیط بیرون ناامنه و وقتی که بری بیرون میمیری، هیچ چیزی وجود نداره که بتونی تو بیرون زندگی بکنی، هوای بیرون سمیه و اتفاقات مختلفی که باعث میشه که کشته بشی و از طرف دیگه ای هم باعث میشه آدما رو همونجا تو اون محیطی که درست کردن نگرش دارن. به خاطر همین یه حس حالی شبیه به ماتریکس میده. و خب بهتون بگم که این سریال با اینکه تبلیغات آنچنانی براش نشده، یعنی مثلا سریال سیتادلی که خودشو کشت و گل تبلیغات کرد و همه جا بود تبلیغاتش تو توییتر و یوتیوب و همه جا 10,000 دفعه گوشته بودن و هی تبلیغش میکردن، و خب وقتی که 3 تا قسمت هم از این سریال دیدیم متوجه شدیم که همچین فیلم مالی هم نیستش که برادران روسو ساختنش و هزینه خیلی زیادی هم البته براش شده، ولی خب میتونه خیلی راحتی همچین مجموعه بیان توی فیلم سینمایی 2 ساعته سرتاشو هم بیارن و جمعش بکنن. ولی این سریالی که اینجا اپل تیوی شروع کرده و پخش کردن، واقعا وقتی که قسمت اول بشینید تماشا بکنید و بذارید یه یک رو ازش بگذره و با حال هوای اون یه مقداری آشنا بشید، از همونجاست که یواش یواش شما هم به عنوان یه کارآگاه پاتون رو میذارید توی سیلو، میگردید دنبال نکته هایی که این محیطی که دارن به اون نشون میدن واقعیته یا واقعیت چیز دیگه ایه. و خب بهتون پیشنهاد میدم حتما اگه این سریال رو تماشا نکردید برید و این سریال رو تماشا بکنید. و تو این ویدیو قرار بریم سراغ بررسی قسمت اول و دوم این سریال و در مورد نکاتی که داخلش بود با هم دیگه صحبت بکنیم، که نکاتی هم هستش که کاملا میتونه یه مقداری سرنخ‌های مختلفی رو بهمون نشون بده. فقط قبل از اینکه بخوایم این ویدیو رو شروع کنیم حتما یاد باشه که یه لایک به این ویدیو بدی، همونطورم که میدونی من شاهینم از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی، ازت ممنونم. بریم سراغ سایلو. We do not know who built the silo and why we are under. این سریال اقتباس شده از روی مجموعه کتابایی به همین اسمه و خب این کتابا رو من نخوندم، نمیدونم هم توی ایران ترجمه شدهش هست یا نه. اینم بهتون گفتم که حالا اگه سوالی توی ذهنش بود بدونی که من خبر ندارم، میتونید برید سرچ بکنید، ولی فکر نمیکنم که باشه همچین مجموعه کتابی چون تا حالا من ندیدمشون. و نکته بعدی که در موردش وجود داره اینه که خب مقایسه کتاب با سریال رو نداریم به خاطر اینکه من کتابو نخوندم و خبری هم ازش ندارم، به خاطر اینکه میرم سراغ سرنخ‌هایی که تو خود فیلم وجود داشتش. قسمت اول سریال ابتداش که شروع میشه یه مقداری گنگ به نظر میرسه، ولی خب وقتی که دو تا قسمت رو تا انتها نگاه میکنیم خودش قشنگ میاد و یه طورایی توضیحات لازمو میده، فقط کافیه که سرنخ‌ها رو بذاریم کنار هم دیگه. ابتدای فیلم دارید میبینید که کلانتر خودش رو زندانی میکنه و کلیدش هم پرد میکنه بیرون. نکته ای که وجود داره قبلش دارید میبینید که اون میره یه دسته گلی رو برمیداره میذاره جلوی آینه و قبلش هم داشتش درجه تهویه هوایی که توی اتاقش بود و باز میکرد و به نظر میرسه داره یه کارهایی اونجا میکنه و یه حرکتهای مخفیانه رو انجام داره میده. وقتی که ریتم مسیر جلوتر میره شما دارید متوجه میشید که ما با یه هاردی روبرو میشیم که این هارد اطلاعاتی که داخل سایلو هست و به ما میگه که توش چه خبره. و آخرین باری که این هارد دیده میشه کجاست؟ جاییه که میبینید این هارد دست کلانتر میفته. پس میشه گفتش که احتمال خیلی زیاد این هارد و اطلاعات و کلانتر داخل همون دریچه تهویه‌ای که توی اتاقش بود مخفی کرده. و اگه متوجه شده باشیدم اون میگه میخوام جانشین من جولیت باشه، یعنی اون بیاد کلانتر بعدی باشه و هر چیزی که دارم و اتاقم اینا هم مال اون میشه. و به خاطر همین هم هستش که همه چیز اونجا مخفی کرده تا سرنخ‌ها رو اون بتونه پیدا بکنه و ادامه مسیر رو جلو بره. نکته بعدی که وجود داره اینه که یه دست نوشته ای هم اولش داره مینویسه، میگه گلایی که روبروی آینه دو برابرند. و خب این شاید داره یه اشاره‌ای میکنه به این موضوعی که وقتی داریم به آینه نگاه میکنیم احتمال داره که
پشت به آینه جایی باشه که تهویه هوا وجود داشته باشه و اینطوری داره اشاره میکنه به جای هاردی که وجود داره و اینم خب یه سرنخی برای جولیته، چون متوجه شدید که اون کاراکتر باهوشه و بدون شک متوجه حرفایی که کلانتر براش نوشته میشه. حالا اگه نگاه بکنید کاراکترهای اصلی ما برای اینکه بتونن راز و رمز بیرون رو پیدا بکنن، اولین نفری که میره بیرون آلیسونه که باور داره بیرون با محیطی که مردمی که اونجا دارن میگن متفاوت و بیرون یه خبرهای دیگه ایه. و بعد از اونم دو سال بعدش هم کلانتر کسیه که به حرف زنش گوش میده و میره بیرون. و دارید یه نکته یه متوجه میشید که هر کسی که لباس رو میپوشه و میره بیرون 3 دقیقه بیشتر دوام نمیاره، یعنی فقط 3 دقیقه میتونه زنده بمونه و بعدش میمیره با اینکه با تجهیزات کاملی هم میرن بیرون. نکته بعدی که در موردش وجود داره اینه که هر کسی که میره بیرون میاد اون حسگر رو تمیزش میکنه. چرا؟ چون توی حرفایی هم که زده میشه دقت کرده باشه کلانتر گفتش که یه سری اصلا نمیخواستم برم بیرون و حالا اون حسگر رو تمیزش بکنم، ولی وقتی که رفتم بیرون اومدن و حسگر رو تمیزش کردن. اینجا داره یه چند تا سرنخ به اونشون میده. آلیسون وقتی که داشت با کلانتر صحبت میکرد بهش گفتش که اگه من برم بیرون و ببینم محیط بیرون تر تمیز باشه میام حسگر رو تمیز میکنم تا تو متوجه بشی چیزی که دارم به ما نشون میدن خیالی و واقعیت چیز دیگه ایه، و این کارم انجام دادش. وقتی که خود کلانتر میره بیرون از دیدمون برای بار اوله که ما داریم محیط بیرون رو نگاه میکنیم و میبینید که همه چیز سرسبزه، ولی اگه نگاه کنید یه مقداری بیش از اندازه به نظر اغراق شده است و خیلی غیر طبیعی به نظر میرسه، انقدر همه چیز تر و تمیز و سبز و بکر بخواد باشه. و اینو به خاطر چی دارم بهتون میگم؟ به خاطر اینکه اگه نگاه بکنید وقتی که داریم از دیده کلانتر بیرون نگاه میکنیم اون جنازه‌ای که قبلا اونجا افتاده بودن ما نمیبینیمشون، بالاخره باید جنازه زنش که اونجا افتاده رو ما ببینیم دیگه، ولی به ما این همچین چیزی رو نشون نمیده. مردمی که توی خود سایلو دارن بیرون رو از اون حسگر نگاه میکنن جنازه ها رو میتونن ببینن و محیطی که از بین رفته. پس اینجا داره به ما نشون میده اون تصویری که آدمایی که میرن بیرون میبینن یه تصویریه که اون مانیتوری که اون حالا کلاه داره بهشون نشون میده. اگه نگاه بکنید وقتی که کلانتر کلاهش از سرش در میاره تازه متوجه میشه که زنش کجا افتاده و خودشو میکشه به سمت اونو کنار اون میمیره، و اینجاست که نشون میده اون تصویری که کلاه داره نشون میده یه تصویر غیر واقعیه. و این نکته رو دو مرتبه میتونه از توی فایلی که داخل هارد درایو من بوده متوجه بشین. یه پروژه‌ای بودش اونجا به اسم جین کارمودی سال 97 سایلو، کسی بوده که پروژه تمیزکاری حالا رفته انجام داده یا شاید اصلا پروژه تمیزکاری اون نوشته باشه، و وقتی هم که اون پروژه رو باز میکنن و فایلشو ما متوجه نمیشیم که مانیتور داره به ما چی نشون میده، ولی از روی اون انعکاسی که توی عینک آلیسون داره دارید میبینید که تصویری که داره نشون میده شبیه به همون تصویری که وقتی کلا رو سرشون میذاشتن و میرفتن بیرون میدیدن. پس این داره نشون میده که این تصویر غیر واقعیه. حالا اینجا ما میتونیم دو تا تئوریو داشته باشیم. یکی اینه که هم تصویری که دارن بهشون نشون میدن غیر واقعیه به خاطر اینکه حسگر رو تمیز بکنن، هم از طرف دیگه ای مردمی که از توی سالو دارن بیرون نگاه میکنن هم بازم تصاویری که میبینن غیر واقعیه، یعنی واقعیت یه چیزی ما بین این دوتاست و در اصل نه به اونی که میره بیرون و با تجهیزات داره نگاه میکنه بهش نشون میدن، نه به اونایی که داخل سایلوه و بیرون اون چیزی نیستش که تا الان به ما نشونش دادن. و اینطوری میتونیم متوجه بشیم که کاملا دارن سعی میکنن مردم رو تحت کنترل خودشون قرار بدن و کسی هم که بیرون میفرستن به عنوان یه پروژه باشه که بیاد اون حسگر رو تمیز بکنه تا مردم رو تحت کنترل نگه دارن و بگن بیرون خبری نیست. حالا اینکه با این همه تجهیزات هم میرن بیرون و 3 دقیقه بیشتر دوام نمیارن یه طورایی داره نشون میده که شاید اون حالا اکسیژنی که مثلا بهشون وصله در اصل گاز اکسیژن نباشه، یه گازیه که باعث میشه که اینا صرف حالا همون زمان 3 دقیقه‌ای که میگذره از بیرون رفتنشون یواش یواش باعث مرگشون بشه. حتی کلانتری که کلور از سر خودش برداشت و اونجا افتادش هم دیدید که از هوش رفت و احتمال داره که خیلی سریعتر از این حرفا وارد بدن بشه اونا رو از کار بندازه. حالا بجز بیرون و اتفاقاتش خود همین سایلایی هم که داخلش هستیم میبینید که یه جای عجیب غریبیه، نزدیک 140 تا طبقه داره و دارید متوجه میشید که اونجا هم اتفاقاتی که داره پیش میادش همچین طبیعی و درست حسابی نیست. دیدید که نمیذارن هر کسی بچه دار بشه و اینا داره نشون میده که انگار یه آزمایش بزرگی دارن انجام میدن و این آدمایی که اینجا هن تحت کنترلن و یه محیطی شبیه ماتریکس داره به ما نشون میده. و متوجه میشه جورج کسیه که میتونه
دسترسی به تمام اطلاعات داخل هارد داشته باشه که اونم داخلشو میارن، یعنی بدون شک اون متوجه یه سری از اطلاعاتی شده که نباید میشده و اینطوریه که اونو کشتنش. توی اطلاعاتی که وقتی هارد باز میکردش جورج داشتید میدیدید که یه سری تونلای مخفی هم اونجا وجود داشته تو اون سایلوه هستش و اون همون جاییه که توی قسمت دوم هم میبینید که جورج رفته اون منطقه رو اصلا پیدا کرده و وقتی که داره با جولیه صحبت میکنه برمیگرده بهش میگه که من تا وقتی که اطلاعاتم تکمیل نشه به اون هدفم نرسم به تو چیزی نمیگم و وقتی که میمیره متوجه میشه که یه دستنوشته برای جولیت گذاشته و نوشته من به اون هدفی که میخواستم و اون جایی که میخواستم رسیدم. اون جایی که بهش رسیده و اون محیطی که وجود داره، اون در مخفی که حالا میگه اونجا هستش و زیر آبه، احتمال این وجود داره که اون محیط یه راهی رو به سمت بنیانگذارا نشون بده یا حتی شاید محیطی باشه که ثابت میکنه اینا داخل یه ماتریکسی قرار گرفتن و یه محلیه که دارن روشون یه سری آزمایش‌های خاصی انجام میدن و اون چون واقعیت رو فهمیده بوده سریع حذفش کردن. اگه دقت کرده باشی وقتی که روز جشن سایلا رو داشتن و اونجا داشتن اشغال میکردن که مثلا علیه شورشی ها پیروز شدن، داستانی که تعریف میکنن میگن که شورشی ها به اونا حمله کرده بودن و یه شورش بزرگی پیش اومده و خب بنیانگذارا کسایی بودن که اینجا پیروز شدن، ولی خب شورشی ها اومدن اطلاعاتشون رو پاک کردن، ولی خب کاملا مشخص که دارن دروغ میگن نسبت رفتاری که دارن و اون اطلاعاتی که حالا به قول خودشون عتیقا یا یادگاریایی که از گذشته مونده سری واکنششون میدن، معلومه که اطلاعات خود بنیانگذارا پاکش کردن و سعی کردن که بیان تاریخ اونطوری که دلشون میخواد بنویسن. و یه چیزی هم اینجا عجیبه و اونم اینه که این پیروزی که دارن و ساعتی که اعلام میکنن راست ساعت 6 و 6 دقیقه و 6 ثانیه است و خب این عدد رو کنار هم دیگه بذارید میشه 666 که میدونید که یه علامت شیطانیه و داره نشون میده که بنیانگذارا همچین آدمای درست حسابی هم نیستن و دو مرتبه هم اینجا داره نشون میده که همه چیز مشکوکه. حالا نمیدونم که این سریال قراره که زیر لایه‌های مذهبی هم داشته باشه و یا از طرف دیگه ای اون حالت ماتریکس گونه رو میخواد جلو ببره یا نه، ولی داریم متوجه میشیم که با یه سریال ساده و یه داستان ساده ای اصلا سر و کار نداریم و کاملا مشخصه که این ریتم ماجرا پخته است. وقتی که دفتر شهرداری رو داره به ما نشون میده، شهرداری یه دفتری داره، اطلاعات مختلف رو روزانه ثبت کرده و تاریخ‌های مختلف هم هست. تو اون صفحه‌ای که داره ورق میزنه یه سرنخی وجود داره و یه موقع زوم بکنیم و بریم نزدیک‌تر دارید متوجه میشید که داره به همون پروژه و کاری که جین انجام داده و تمیزکاریش اشاره میکنه و دقیقاً هم تاریخی که زده همون سال 97 سایلوه و داره نشون میده که احتمال خیلی زیاد شهردار هم یه سری از مسائل خبر داره و رو نمیکنه. حضور قاضی ها و مامور دادگستری که دارید میبینید و ترسی که مردم ازشون دارن و از طرف دیگه ای هم مدلی که گروهی با هم دیگه ستایی حرکت میکنن و حالت رفتاریشون و سرد بودنشون و اون جدیتشون کاملا ما رو یاد مامورایی میندازه که توی ماتریس هم وجود داشتن و اینطوریه که داره نشون میده که اگه مردم تحت کنترل نیستن پس چرا یه همچین موجوداتی حالا باید باشن و افرادی باشن که اینجا بگردن و اینطوری انقدر محکم و خشک بخوان رفتار بکنن نسبت به هر چیزی واکنش خودشون نشون بدن. و نکته بعدی اینه که چرا داشتن بچه ها رو انتخاب میکردن و میذاشتن که هر کسی بچه دار نشه و یه سری افراد خاص رو میذاشتن بچه دار بشن؟ علتش میتونه فقط به خاطر این باشه که اونا متوجه کنجکاوی آدمای مختلف میشن، یعنی مثلا متوجه شده بودن که آلیسون موجودیه که خودش کنجکاوه، به خاطر همین اجازه نمیدادن که اون بچه دار بشه. یا اون پیرزنی که دیدشو اونم بعد تو ازش دادن بچه دار بشه، اونم آدمی بودش که خیلی کنجکاوی اون که در مورد اتفاقاتی که دور و برش میافتاد و به خاطر همین اجازه نمیدن که از اونا نسلی ادامه پیدا بکنه تا بعدن براشون بخواد دردسری به وجود بیاره. پس داره نشون میده که ماجرا بزرگتر از اون چیزیه که ما داریم نگاه میکنیم. حالا این احتمال داره برای قسمت‌های بعدی، احتمالاً جولیت به اون راهی که حالا جورج برش گوشته بود به جایی نرسه و برمیگرده و مطمئنن کلانتر شدن و قبولش میکنه، چون اینطوری دستش بازه میتونه هر جایی سرک بکشه و راحتتر متوجه واقعیت داستان بشه. اینجا میخوام بهتون درباره نظریه افلاطونم یه چند تا نکته رو بهتون بگم. یه نظریه وجود داشت به اسم قار. توی این نظریه و این پروژه چی کار اومدن انجام دادن؟ یه سری آدم رو بردن توی قار و دست و پاشون رو بستن و زندانیشون کردن. هیچ تصویری از بیرون اونا نمیدیدن و متوجه نمیشدن که بیرون چه خبره.
و فقط یه سری سایه رو بهشون روی دیوار نشون میدادن و فکر میکردن اون سایه ها همون واقعیته و دنیای واقعی همون چیزیه که دارن میبینن، و این کاملا داره داستانی رو نشون میده که مشابه به ماتریکسه. یعنی چی؟ یعنی دنیای ماتریکس هم جایی بودش که آدم ها داشتن اونجا زندگی میکردن و ماشین ها اونا رو تحت کنترل خودشون قرار داده بودن و محیطی که بهشون نشون میدادن میگفتن واقعیته، ولی خب واقعیت بیرون چیز دیگه ای بودش. و این اتفاق کاملا داره توی سریال اسایلام هم پیش میادش و دارید میبینید آدمایی که توی اون محیط دارن زندگی میکنن و زیر زمین ها فهم میکنن واقعیت همینجاست و محیط بیرون خبری نیست و چیزی براشون وجود نداره اونجا، و خب فقط آدمایی که کنجکاون میتونن برن متوجه واقعیت بشن و سر از کارشون در بیارن. و این شبیه به نئو میمونه توی ماتریکس، و اینجا ما با کاراکتر جولیتی طرفیم که کاملا داره دنبال واقعیت میگره تا متوجه بشه که این داستانی که دارن و این محیطی که زندگی میکنن اون چیزی که دارن بهشون نشون میدن نیست و واقعیت فراتر از این حرفاست و دنیای بیرونی هم وجود داره و حتی احتمال داره که اونا تحت یه آزمایش بزرگی باشن که اینجا نگهشون داشتن. در مجموع اینا نکاتی بودش که میتونستم در مورد قسمت اول دوم بهتون بگم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشه. اگه نظر تئوری داری حتما اونو داخل کامنت ها برام بنویس، لایک و ساب و زنگوله رو یاد نره فعالش بکنی. اگه تعداد بیننده های ویدیو زیاد باشه مطمئنا قسمت های بعدی رو هم بررسیش حتما براتون قرار میدم. و ویدیوی بررسی که در مورد کاراکتر فایلاول وجود داره و توی گاردین آف گالکسی قسمت سوم هستش رو برات میذارم اینجا، میتونی کلیک بکنی و بری این ویدیو رو هم تماشا بکنی. ارتباطش با تانوس هم بهتون گفتم که امکان داره حتی تانوس هم برگرده. و دیگه حرفی هم نمونه، تا ویدیوی بعد بدرود.